Música به نادر فاتح دهلی همین که چشم نادر به علی مردان افتاد تبسمی کرد و پرسید آیا همه کارهای خود را حاضر و آماده ساخته یا حاضر استی؟ علی مردان گفت بلی نادر گفت از میخواهم تو را روانه هندوستان نمایم باید به دهلی بروی تو در ظاهر از طرف تحماس میزا به سفارت نزد محمد شاه می روی در آنجا با همان زرنگی و دانایی که داری باید به هر نحوی شده کاری نمایی که آنجا ماندگار شوی میگویند محمد شاه هم با شاه سلطان حسین تفاوتی ندارد او همچندان علاقه ای به کار سلطنت خود نداشته و امور دنیا را پوچ می شمارد. بیشتر اوقات هشیش در قلیانش میگذارند و می کشند. اما هندوهایی که در اسفهان به تو باج میدادند برای من از احوال او صحبت های زیادی کردند اگر بتوانی توجه او را نسبت به خودت جلب کنی کاری کن که در زمره خاصانه درگاهش قرار بگیری و اگر پایش افتاد تو هم هشیش بکش و هرچه می کند بکن بگونه ای نباشد که احساس کند برای مقصودی به آنجا رفته ای. میگویند بچه های مزلف را خیلی دوست دارد آن چند نفر مرد و زن و کلی را که به دستت سپردم کجا هستند علی مردان گفت در همین جا هستند نادر گفت در میان این چند نفر دختری است که از اوجوبه های روزگار است این دختر و همراهانش را با تو میفرستم کوشش کن به هر نحوی شده که این دختر به اندرون محمد شاه راه بیابد اگر از راه مطربی و رقاصی نشد به صورت کلفت یا پسر بچه ای در بیاید بعد از این اشرف و سران سپاهش چون از همه جان ناامید می به محمد شاه پناه میبرند بایستی خوب و واضح مطالب را به محمد شاه بفهمانی و او را از شکست و فرار این یاقیان افغان مستحضر کنی و از اینکه آنان را به خود راه دهد برحضر نمایی حال برو به میرزا مهدی به گلوله کاغذ و قلم دانش را برداشته بیاورد علی مردان برای آنکه میرزا مهدی خان را اطلاع دهد از آن اتاق خارج شد نادر از تنگی سوفالین که در تاخچ ای گذارده بودن قدری آب در کاسی چینی ریخته بیاشامید و بعد دستهایش را در عقب سرش به هم انداخته و با این وزن مشغول قدم زدن گردید. همیشه معمول او این بود هر وقت میخواست فکر کند در هر کجا که بود تن راه میرفت و فکر میکرد. میرزا مهدی خان با علی مردان وارد شدن و نادر به منشی خود خطاب نموده و گفت بردار نام ای به محمد شاه گورکانی از جانب من بنویس و بعد کمی تعمل کرده و گفت نا از جانب من لازم نیست از طرف تهماس میرزا بنویس بعد از آنکه ماجرای شکست افغان ها را نوشتی بنویس به محض اینکه سپاه ما به قنده حمله کرد شما باید سرحدات خود را بر روی این یاقیان ببندید و اهدی را به کشور خود راه ندهید میرزا مهدی خان پرسید آیا بنویسم در چه تاریخی به قندهار حمله خواهد شد؟ نادر پاسخ داد خیر هیچ لازم نیست که کسی بداند در چه تاریخی به قندهار می رسیم. از این به بعد هر و جاه طلبی نادر شروع می شد زیرا لذت پیروزی را چنانچه چه باید چشیده و توانسته بود در رأس سپاهی نیرومند که خودش آن را ترتیب داده بود قرار بگیرد معلوم است چون این کسی چون بشنود در نزدیکی از شاهی چرسی و بنگی حرم نشین وجود دارد خواب هندوستان را خواهد دید. چنان که میرویس و محمود افغان از سس و قفلت و خرافاتی بودن شاه سلطان حسین چنین خوابی دیدن. آنها هم در اول مبادرت به عملیات غیر مهم و کوچکی نمودن و بعد به تدریج آتشی مهیب فروختن و میلیون ها نفوس بیگناه را به خاک و خون کشیدند. و بعد از این همه کشت و کشتار آن وقت در آخر کار خودشان را هم به سر جهنم فرود بردن و به اندازه زره از آنچه نمودن نتوانستن خیری ببرند. اینک پهلوان داستان ما هم به واسطه یه زعف و ناتوانی محمد شاه پادشاه هندوستان که فرسخ مملکت او از ایران دور از خواب آنجا را میبیند. در اول باید قدم کوچک و فرستادن سفیری به آنجا و چند جاسوس در کار روشن نمودن آتشی است که با صدها هزار مردم بیگناه اعم از هندی یا ایرانی باید به جان یکدیگر افتاده و فدای این خواب و کابوس هلناک شود در اول این قبیل عملیات مانند بزریست که در کیساری کاشته شود و بعد در اثر آبیاری و مواظبت نهالی می روید و کم کم درخت عظیمی اما بدون ریشه می شود و سر از زمین در می آبرد. این درخت سمر و سایه این ندارد. به جز آنکه از او قطرات خون بیگناهان متصل بچکد بی و سرهای بریده ای که بر شاخه هایش آویزان است. در واقع آنها به منزله میوه های آن درخت است و بعدها هم وقتی که تنبادی وزید یک دفعه آن درخت بیریشه از زمین جای کن شده و بر روی زمین میقلدد. حاصل این همه رنج و زحمت و کشت و کشتار چیزی نیست فقط چند لکه ی خون بر روی صفحات تاریخ بشریت نقش میبندد. سلاطین و دولت های جنگجو هم مانند افرادی هستند که در وهله اول برای موضوع کم اهمیتی شروع به مجادله کرده و ثانیه به ثانیه عصبانی تر شده و نمیتوانند که خود را کنترل نمایند. متصدیان لشکرکشی و رؤسای جنگجو هم به تدریج چشم و گوششان کور می شود و هدفشان فقط غلبه بر مغلوب است. چنان که ابراهیم پاشا صدر اعظم عثمانی هم که مردی سوال بود با مهربانی رضا قلی خان شاملو فرستاده ی تحماس میرزا را میپذیرد و حاضر میشود که ممالکی را که ترک ها از ایران گرفته بودن مسترد دارند. منتها دولت ایران مخارجی را که در این مدت دولت عثمانی در نگاهداری این ایالات صرف نموده بدهد و کار به سوال خاتمه یابد. اما نادر آنقدر تعمل ننمود تا این سفیر و قاصد مراجعت نماید. قفلتا به طرف نهاوند و پادگان عثمانی شبیخون زد و آنان را قافلگیر و نابود کرد. و بعد به ملایر حمله کرد و در اینجا هم به قوای عثمانی شکستی فاهش وارد کرد و ساخت شهر همدان را بدون مواجهه با مقاومتی اشغال کرد. و بعد به سراغ ولایت اردلان رفت و پس از تصرف آنجا خود را به کرمانشاه رسانید و در میان دو آب نیز ضرب شستی به ترک ها وارد کرد به طوری که آنان به طرف مراغه و تبریز عقب نشینی نمودند این شکستها سبب گردید که در میان پادگان عثمانی شورشی روی دهد و افسران خود را به قتل برسانند و عاقبت با جنگ سختی که در خارج شهر تبریز روی داد مصطفى پاشا و قوایش شکست خورده و به طرف ارز روم فرار نمایند. زمانداران دولت عثمانی معتقد شده بودند که در خفا روسها به نادر کمک می کنند و از همین جهت روابط بین دولت عثمانی و دولت روسیه وخیم شد. و همان قسمی که ضعف و ناتوانی شاه سلطان حسین سبب گردیده بود که آنان با هم اتفاق نموده و به مرز ایران تخطی نمایند و اکنون وجود نادر و شکست هایی که به آنان وارد شده بود سبب اختلاف شدیدی در بین دو دول متجاوز گردید. وقتی که ما به عملیات و جنگ این دولت و فرماندهان و کارهای مجنونان ای که نموده انقضاوت می نماییم متحیر می شویم که چگونه جاهلان سبب اطلاف نفوذ شده اند. ای کاش در عوض این لشکرکشی ها و جنگ های خانه خراب کن هر دولتی به آباد کردن اراضی لمیزره مملکت خود پرداخته بود و ای کاش به جای جنگ و خونریزی در تعلیم و تربیت افراد و رونق علم و هنر کوشیده بودند در هر صورت نادر سرگرم جنگ با دولت عثمانی بود و هنوز خیال داشت که جنگ را ادامه دهد پسرش رضا قلی میرزا به او خبر داد که ابدالیان در حرات شورش کرده و اطبای او را خارج کرده و در صدد تصرف شهر مشهد هستند. نادر قاصدی را فورا روانه مشهد نزد برادرش ابراهیم خان نمود و تأکید کرد که تا او میرسد وضعیت دفاع داشته باشد و از حمله خودداری کند. اما ابراهیم خان به این پیغام ترتیب اثر نداده و از شهر مشهد که استحکامات معتبری داشت خارج شد وی به خیال اینکه او هم میتواند کارهای نادر را بنماید به, به حمله پرداخت لیکن شکست خورده و با تلفات سنگینی به مشهد مراجعت کرد در این موقع نادر در تدارک کوچ دادن افشارهای مهاجر به صفحات کپکان و کلات بود و به این فکر افتاد که نفوس و ساکنین افشار نشین را زیاد کند دست دور داد که در حدود پنجا هزار خانواده از افشارهایی که در اطراف آذربایجان و عراق عجم سکونت داشتند به خراسان و کلات مهاجرت نمایند فصل 26 و ششم شکست همان قسمی که نادر در کارها استقامت میورزید دشمن دیرینه او قلیچخان هم در انتقام و تلافی سمج بود و قلیچخان در دنیا آرزویی نداشت به جز آنکه پشت این رقیب ایلیاتی خود را به خاک برساند. به شنید که شاه تحماس باطنن از نادر دلتنگی زیادی دارد و قلبن از او بیزار و مکدر است. سپس با هر زحمت و بدبختی که بود خود را به اسفهان رسانی تا در دربار شاه تحماس بتواند لطمه ای به رقیب خود وارد سازد. اما چون به اسفهان رسید مشاهده کرد که رسما شاه تهماس با صلاح دیده اطرافیان خود راه مخالفت و نفاق را با نادر در پیش گرفتند. در واقع از غیبت نادر و لشکرکشی او به هرات فرصتی دانسته و برای جنگ با دولت عثمانی با عمرا و رجال درباری خود به تبریز عزیمت نموده قلیچ هم به عنوان آنکه برای شاه اخبار جنگ هرات و عملیات نادر را آورده به تبریز ورود کرد چون عنوان قاصدی و خبر رسان را داشت توانست به زودی در دارالحکومه شرف یاب شود در حضور شاه حسن علی خان و صالح خان و موسا و قوچه بیگ و محمد خان قاجار ایروانی دست بر سینه ایستاده بودند و وقتی که شاه شنید خبر رسانی از هرات رسیده با اشتیاق زیادی با قلیچ خان روبرو شده از او پرسید از کجا میایی؟ قلیچ خان پاسخ داد از هرات شاه تهماسم گفت همه جا همراه نادر بودی؟ قلیچ خان گفت ولی چاکر از هنگام دامادی جعفر قلی بیگ پسر بزرگ نادر که در شهر مشهد انجام گرفت همه جا همراه وی بودم شاه تحماس گفت این مطلب راست است که هفت شبان روز نادر شهر مشهد را آینه بندان نموده و صدها هزار تومان مخارج دامادی فرزندش کرد قلیچ خان آهی کشید و گفت بلی اینطور از پیران و سالخوردگان مشهد میگفتند به عمر خود چنان جشن و سروری به خاطر ندارند و به جرعت میتوانم توانم ارز کنم که به اندازه مالیات هفت سال خراسان مخارج مجالس دامادی و جشن گردید. تحماس میرزا اخماگش را در هم کشید و حسن علی خان را مخاطب قرار داد و گفت ما در اینجا با ذلت و سختی به سر میبریم و نادر وجوه دیوانی را صرف خوشگذرانی پسرش می کند. آخر چه کسی به این مرد اجازه داده که به وسیله اوباش و اجامر با زور و اجبار از مردم به اسم مالیات پول بگیرد و بعد این گونه حیف و میل شود؟ نه نه دیگر نمی شود نشست و دستها را روی هم گذارد. و بعد سرش را چندین دفعه حرکتی داد و حاضرین همه تصدیق قولش را می نمودن و دو مرتبه متوجه قلیچ خان شده و پرسید خب بعد چه کرد؟ قلیچ خان عرض کرد پس از خاتمه جشن عروسی پسرش در مشهد باشه تا به زیادی برای جنگ با زلفقار خان و سیدال خان افغان آزمه حراد شد شاه تهماس پرسید هیچ وقت این آدم از این همه مسافرت ها و جنگ خسته نمی شود قلیچ خان گفت به قطری دل یه جنگ و خون است که بایستی متصل به پشت اسبش سوار بوده و اسب تازد و اصلا میان شب و روز تفاوتی نمیگذارد گذارد. باقت انان خشکی که در روی زینه اسب نشسته و می خورد به سر می برد. در شش فرسنگی هرات همین که به نزدیک قلعه نقره رسیدیم انقدر نتوانست حوصله کند که با اردو همراه باشد همان شبانه با هشت نفر سرباز به جای پیش قراولان حرکت کرد و گفت که من به جلو می روم و شما از عقب بیایید بعدا من آگاه شدم که چون به نقره می رسد با اطمینان کامل داخل قلعه آنجا شده و منتظر سپاهیانش می شود در این موقع به سیدال خان خبر می رسد که نادر به جای پیشقراولان ولان سپاهش خودش را به قلع نقره رسانیده اکنون با عده مختصری در قلعه به سر می برد و سیدالخان خان شبانه با چابک سواران خود برای دستگیری نادر اطراف آن قلعه را محاصره می نمایند در این وقت شاه از جای خودش بلند شد و پرسید بعد چه شد زودتر بگو قلیچ خان گفت نادر با همراهان خود پناه به یکی از برج‌های قلعه برد و مشغول جنگ می شوند دهماس میرزا پرسید سود باش بگو بعد چه می شود؟ قلیچ خان گفت هش نفر سرباز که همراهش بودن کشته می شوند دهماس میرزا گفت بعد چه می شود آیا خودش هم کشته یا دستگیر می گردد؟ قلیچ خان گفت سیدال خان از پایین برج به او تکلیف تسلیم شدن را می نماید و می گوید اگر می خواهی زنده بمانی تسلیم شو. تهماس میرزا گفت خب بد چه شد زودتر بگو. قلیچ خان گفت اما نادر در جواب سیدالخان با همان صدای نکره از شروع به فهاشی می کند و آن وقت سیدال خان فرمان می دهد که همراهانش با بیل و کلنگ مشغول خراب نمودن آن برد شوند و همان لحظه یک طرف برج می قلتد. میرزا گفت آخرش چه می شود زودتر بگو. قلیچ خان گفت در این وقت دسته ای از سپاهیانش میرسند و با افغانها جنگ تن به تن کرده و او را نجات میدهند تهماس میرزا گفت عجب غذای بیخیر و برکتی بعد از آن بگوچه کردند قلیچ خان گفت من یقین دارم که این آدم از هرات دیگر جان سلامتی به در نمی برد و دلیلش هم این است که منجم مجوسی که سابقا همه جا همراهش بوده به او گفته که در همه جا فاتح و جهانگیر می شود. از این جهت با اطمینان اینکه هیچ هر به ای به بدنش کارگر نمیگردد بدون ملاحظه جلو می رود و همیشه شخصا شانه به شانه سربازان می جنگد. پس از سه روز توقف در نقره توبچیان افغان از سراپرده مجللی که برای زده بودن جایگاهش را شناخته و چنان با مهارت گلوله توپی را به چادر او انداختن که آن گلوله در جلوی پایش به زمین خورد و به اندازه یک متر به زمین فرو رفت هر کس اگر جای او بود همان دقیقه آن سراپرده را ترک کرده و جان خود را از خطر می رحانید. اما به واسطه یه همان اطمینانی که به زنده ماندن دارد دستور داد زمین را بشکافند و آن گلوله را درآورده و به تماشای آن مشغول شد شاه تهماس پرسید این خبرهایی که تو برای من آورده ای هیچ کدام ارزشی نداشت قلیچ خان گفت مطمئن باشید انقریب خبر خوبی به عرض می رسانم چاکر هم افشار هستم پدرش امام قلی را به خوبی می شناسم من اطمینان دارم که عاقبت این آدم سر سالم به گور نخواهد برد شاه تهماس گفت دنیای کتاب صوتی